شما به اسپیس فارسی گوش می درود بر شما شنوندگان گرامی این پادکست خبری امروز چهارشنبه 24 جولای 2024 اسپیس فارسی است که من پیمان جمالی اون رو تقدیم حضورتون می کنم پس از دو حمله خوشونت آمیز به استرالیایی ها در 48 ساعت گذشته به ورزشکاران استرالیایی در پاریس هشدار داده شده است که لباس های خود را در اماکن عمومی نپوشند و از سفر به تنهایی خودداری کنند پلیس فرانسه در حال تحقیق درباره ادعاهایی است که یک زن 25 ساله ای استرالیایی توسط پنج مرد در یک شب در نزدیکی مولن روش مورد تجاوز گروهی قرار گرفته است. به گفته گروهی از برترین دانشمندان استرالیا رآکتورهای هسته‌ای مدولار کوچک یا SMR تا اواخر دهه 2040 میلادی به صورت تجاری در دسترس نخواهند بود این در که گزارش اکادمی علوم و مهندسی فناوری استرالیا در مورد جاه های هسته‌ای جناه اطلافی برای ساخت این رآکتورهای هسته‌ای مدولار کوچک تا سال 2037 تردید ایجاد کرده است پس از یک بررسی طولانی مدت 29 توصیه به دولت فدرال استرالیا برای بهبود وضعیت چند فرهنگی در استرالیا ارائه شده است. دولت میگوید به اصول بازنگری متحد است اما نگفته است که کدام یک از این 29 توصیه را اتخاذ خواهد کرد که شامل تعهد دو حزبی به پدیده چند فرهنگی، فرایند جدید شهروندی استرالیا و بهبود خدمات آگاهانه فرهنگی است. شرکت های فناوری تحت فشار فزاینده قرار دارند تا اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان به صورت آنلاین انجام دهند این در حالی است که کمیسیون امنیت الکترونیک روی کرده این شرکت ها را هشدار دهنده عنوان کرده است این کمیسیون خواستار اعطای قدرت و اختیارات بیشتر برای مقابله با فناوری موسوم به دیپ فیک که در آن از هوش مصنوعی برای تولید تصویری بر اساس عکس یا قرار دادن چهره ها بر روی مواد مستحجن استفاده می شود شده است کارشناسان خواستار قوانین قدرتمندتر در مورد تبلیغات سیاسی برای جلوگیری از گسترش اطلاعات نادرست شدند. این درخواست پس از واکنش شدید نسبت به یک ویدیو جلی از نخست وزیر ایالت کوینزلند در رسانه‌های اجتماعی مطرح شده است. حزب لیبرال ملی کوینزلند اخیرا یک ویدیو دیپ فیک در تیک تاک از آقای استیون مایلز نخست وزیر کوینزلند در حال رقصیدن با یک آهنگ محبوب دهه 2000 منتشر کرده است. دولت فدرال استرالیا یک بودجه 77 ممیز میلیون دلاری را برای بهبود رضایت و آموزش روابط محترمانه در مدارس دولتی و غیر دولتی مشخص کرده است. اعلام این خبر در حال صورت می که دولت فدرال یک کارزار رضایت ملی یک ساله را با هدف پاک کردن آنچه از آن با عبارت ابهام و سردرگمی‌های های ادامه دار نامبرده شده راه کرده است. کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نخستین گرده همایی انتخاباتی خود پس از جایگزینی جو بایدن به با عنوان نامزد دموکراتا به سراغ سوابق جنایی دانالد ترامپ رفت در همین حال دانالد ترامپ نیز شکایتی را به کمیسیون انتخابات فدرال در مورد میراث کارزار هریس از بودجه مبارزات انتخاباتی جو بایدن ارائه کرده است بیش از 250 معترض یهودی طرفدار فلسطین پس از برپایی تظاهرات در داخل ساختمان کنگره آمریکا هنگام بازدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از کاخ سفید دستگیر شدند این تظاهرات که توسط گروه جویش وویس فور پیس سازماندهی شده است خواستار پایان دادن به حمایت ایالات متحده از اسرائیل است و بیش از 220 نفر بر اثر رانش زمین در جنوب اتیوپی جان خود را از دست دادند و سازمان ملل تخمین میزند که بیش از چهارده هزار نفر تحت تاثیر این حادثه قرار گرفتند. آجانس های بشر دوستانه می گویند که به شدت در تلاش هستند تا به این منطقه دور افتاده کمک کنند اما می گویند که حمایت فعلی از آسیب دیدگان عمدتا توسط جامعه محلی ارائه می‌شود. شود. شنوندگان گرامی پیمان جمالی هستم و این پادکست خبری امروز چهارشنبه 24 جولای 2024 اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضرتون کردم آیا می به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پودکست، گوگل پودکست، سپوتیفاید یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن میگیرید گوش کنید.